گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. علی اساسه هستم. امروز یه سیستم 75 میلیونی گیمینگ خفن داریم. البته ما میگیم گیمینگ، ولی بنده خدا قراره برای نرم افزاری مثل لومیون و اینس قراره استفاده کنه. داشت من توضیح میداد چه نرم افزاری که من یادم نمونده برای شما هم بگم، ولی خب واقعا سیستم خفن گیمینگ. الان قطعاتو براتون توضیح میدم که بدونید چقدر رده بالاست با 75 میلیون. خب سی پی اون که بسته‌بندی مشکوک 13700 معمولیه، با 13700 که قبلا توضیح دادم آقا خیلی تفاوتی نداره چه توی پرفورمنسش چه توی قیمتش، ولی خب یه مقدار دماش پایین‌تره، یه مقدار اسکورش توی سیمبنچینا پایین‌تره. به نظر من میصرفه، سی پی او خیلی به صرفه توی بالردا. مادربرد که انتخاب کردیم ز 790 پی دی 5 وای فای، اسمش خیلی جالبه، پی دی 5 وای فای. بعد توی ز 790 هایی که دی 5 باشن و وای فای داشته باشن تقریبا ارزون ترین قیمتو داره. رقیبش میشه ز 790 یو دی ایکس توی گیگابایت ها که تقریبا هم قیمته همینه، ولی خب دیگه چند وقت هست من کلا ایسوس چون آخه آر جی بی هاش سین کردنش راحت تره، کلا نرم افزارش یه ذره رابط کاربرش یو آی اش یه ذره یوزر فرندلی تره، خاطر همون رفتیم تو کار ایسوس. خب بگذاریم از این حرف. رمی که انتخاب کردیم کورسیر ال پی ایکس 5600 2016 سی ال 36، بله سی ال هاشون مقدار بالاست دی دی آر 5 ها، ولی واسه این سیستم که قراره رندرهای سنگین بگیره، نرم افزارهای سنگین کار کنیم باهاش، به نظر من مناسب میتونه باشه. لازم نیست حتما DDR4 بردم برای کار ورک استیشن. قبلا توضیح دادم واسه گیم فرقی نداره DDR4 DDR5، ولی واسه ورک استیشن چرا قطعا DDR5 اختلاف ایجاد میکنه. اینم از SSD مون که 980 یه ترای پروه. ارزم به حضورتون که خب برای بنده خدا چون پروژه‌های سنگین داره، فایل‌های سنگین داره، گفتیم که به جای 980 معمولی که هی داشتیم استفاده می‌کردیم توی ویدیو و اسمبلامون، یه 980 پرو بردیم. اختلاف قیمت 1.5 داره و دو برابر سرعت بهمون میده. واسه این سیستم منظورم خیلی مناسبه. کولر سی پی ام که انتخاب کردیم قبلا آنباکس جداگونه گذاشتیم، AK 620 الان موجودش خیلی کم شده، قیمتش رفته بالا. من پیشنهاد کردم که آقا بیا AG 620 بردارم که فرق آنچنانی نداره با AK 620، ولی خب بنده خدا گفتش که حالا یکی دو درجه هم یکی دو درجه است که مثلا 500 تومان اختلاف قیمت پرداخت کنیم که یه کولر بهتر داشته باشیم، ولی خب اونقدر هزینه نکردیم مثلا بیایم LS720 لیکوئید بخریم. حالا بگذاریم برای پاور، ولی خب انصافا دیگه از جون و دل مایه گذاشتیم. DQ850 یکی از پاورهای بالرده برند دیپ کول که واسه این سیستم دیگه مناسبه، دیگه برازنده این سیستم. DQ850 هم قبلا ویدیو آنباکسش رو گذاشتیم، میتونید جداگونه ببینید. و اما کیس هم که قراره ویدیو آنباکسش رو بذاریم، تا قبل از اینکه شما این ویدیو رو ببینید میتونید ویدیو آنباکس اینم ببینید. گیم مکس ریولت 4 تا فن ARGB داره، خیلی کیس مناسبه به صرفه زیر 3 تومن، قراره باشه 2800 شده، الان یه ذره موجودیش کم شده. آقا بخرید استفاده کنید، به نظرم خیلی کیس خوبه به صرفه. در مورد کارت گرافیک، کارت گرافیک مود آخر سر کارت گرافیک اینجا دارید میبینید RTX 3080 10 گیگ گیمینگ پرو پلیت، قیمتش بالاش 20 تومن، البته استوک دست دومش که البته دیگه خودتون ببینید تمیزی کارتو، انگار نو، انگار تازه از آکمن در اومده، ولی خب قیمتش بالاش 20 تومن. تو این قیمت میتونید مثلا 6900 XT هم بخرید که توی گیم قطعاً 3080 شکست میده، 3080 10 گیگو، ولی خب واسه کاری که ما میخواستیم انجام بدیم، واسه نرم افزاری که ما میخواستیم، حتما انویدیا مورد نیازمون بود. خب دیگه همه قطعا توضیح دادم، آره واسه تموم شد، بریم سراغ آنباکس و بعدش هم اسمبل تست گیم هم که داریم یه نگاه بکنید دیگه. توی تست گیم که دمای این کوچولومون خیلی زیاد بالا بره با این کولر سی پی یو، ولی قطعا توی تست سیمبنچ و کلا کارهایی که قرار سی پی یو 100 درصد بچسبونه بالا، قطعا دماش بالا میره. و خب این سی پی یو رو حقیقتش ما با LS720 هم بستیم و دماش باز بالای 90 درجه بود و اوورهیت میکرد. خلاصه سر i7 های نسل 13 خیالتون راحت کنم، آقا کولر سی پی یو نیست که اینا رو خنک کنه. خب امیدوارم که لذت برده باشید، که نه اینو بعد آخر ویدیو بگم. خب رفقا بریم سراغ اسمبل سیستم.
خب سراتین سیستم همونطور که دید اسمبل شد، اینم که کیس کامل روشن شده اسمبل شده. یه باری مشخصات رو بگم، 13 افسر معمولی داشتیم، Z790 پی وای فای دی 5 داشتیم، کولر سیپیون AK620 بود، کارت گرافیک 3810 گیگ، گیمینگ پرو پلیت، دو تا 16 گیگ 32 گیگ فرکانس 5600 ونجنس ال پی ایکس داشتیم، کورسیر دی دی آر 5 و یه ترا اس اس سی ام 2 980 پرو سامسونگ داشتیم، پاور اون هم دی کیو 850 گلد فول ماژول داره دیپ کول. کیسمون هم که ریولت گیم ماکس آنباکس جداگونه گذاشتیم براتون. خب این شد از سیستم ما، یه سیستمی که واسه گیم که عالیه، ولی خب رفیقمون که همچین سیستم میخواسته با بودجه 75 تومن برای کار رندر سنگین انجام بده، نرم‌افزار معماری و اینجور حرف. خب کیس هم که همونطور که میبینید روشن شدهش خب خیلی قشنگه، به نظر من کیس خیلی خوبیه. حالا توی ویدیو آنباکس هم قشنگ توضیح دادم درباره این کیس. تست گیمر هم حتما ببینید. 38 دقیق داشتیم واسه 38 دقیق بعد داشتیم آیچی. بله آسف میفهمن که 3810 گیگ داشتیم آیچیل با 12900 کی، درست میگم؟ اونم یه سیستم رندر خفن بود که با این سیستم راحت میتونید مقایسهشون کنید. 3810 گیمینگ پرو هم انصافا خوبه، زیاد مثلا کارت یوغو رو خیلی گنده نیست، یه کوچولو شاید دماش بالاتر باشه حالا نسبت به مدل مثل آیچیل و مثلا راگست 6 ایسو اینا، ولی خب حالا باز دماش هم تو تست گیم خودتون بررسی بکنید بعد از مثلا 1 2 دقیقه گیم زدن، بررسی کنید ببینید دماش چجوری است. خب همین بود حرفایی که باید میزدیم و تست گیم ما رو ببینید بعد از حرف من خواهشن. تا ویدیو بعدی نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید لطفا حتما. تا ویدیو بعدی.